خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. من بسیار هیجان زده هستم که شما رو اینجا دارم. از اینکه در این سفر هیجان انگیز یادگیری و رشد به ما ملحق شدید متشکریم. او به دنبال بهبود زندگی خود و کشف تجارت، سلامت، روابط و موارد دیگر است. بنابراین اگر قبلا این کار را نکرده اید، دکمه اشتراک را بزنید و بیایید با هم این ماجراجویی را آغاز کنیم. آماده شوید تا زندگی خود را با ما ارتقا دهید. بیایید شیرجه بزنیم. 7 گناه کبیره بهترین خود بودن. 7 گناه کبیره طبقه بندی رذایل در تعالیم مسیحی است. اما صرف نظر از دینتان، من فکر میکنم برای داشتن یک زندگی شادتر، بهتر و رضایت بخشتر می توانید رذیلت هایی را بیاموزید که باید از آنها دوری کنید. چرا این مهم است؟ زمانی که گفتار، اعمال و رفتار شما با گناهان کبیره زیر مرتبط باشد، شما باید متوقف شوید، فکر کنید و اقداماتی انجام دهید تا در زندگی روزمره خود فرد بهتری باشید. این به این دلیل است که لیست زیر نشان می دهد که شما تأثیر منفی بر خود، دیگران و کل جامعه دارید. این قصد برای اینکه بهترین نسخه از خودتان باشید، هدفی است که در پس به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل این لیست در اینجا وجود دارد. در اینجا ما آنها را تجزیه و تحلیل می کنیم، توجه را به آنها جلب می کنیم و راههایی را برای بهبود خود و دنیای اطراف خود دریابیم. فهرست 7 گناه کبیره شامل موارد زیر است: غرور، عشق بیش از حد به خود. این غرور به این معنی است که فکر می‌کنید بهتر از دیگران هستید و تمایل دارید که دستاوردهای دیگران را درک نکنید. این غرور می‌تواند بر اساس استعدادها، موفقیت‌ها، باورها، دارایی‌ها یا مشارکت در یک گروه یا پیش زمینه خاص باشد. برای کاهش غرور و غرور در زندگی خود، برای دیگران و آنچه که آنها را به آنچه که هستند ارزش و قدردانی کنید. موفقیت‌های خود را بشناسید و از آنها قدردانی کنید، اما به سرعت به سمت هدف بعدی حرکت کنید بدون اینکه ارتباط برقرار کنید یا روی این موفقیت‌ها تمرکز کنید. مفهوم را تجسم کنید، با مثال رهبری کنید. حسادت. حسادت رنجش یا نارضایتی نسبت به دستاوردهای دیگری، دریافت دارایی یا موقعیت. این فرد فاقد عشق و تمایل به رسیدن به موقعیت، توانایی‌ها، صفات یا موقعیت خود است. برای کاهش حسادت، باید طرز فکر خود را به سمت شادی برای موفقیت دیگران تغییر دهید. درک کنید که آیا زندگی را با نیات محبت آمیز می‌گذرانید و با این افرادی که مورد تحسین آنها هستید دوست می‌شوید. شما استعداد بیشتری برای رشد و دستیابی به این نتایج خواهید داشت. شکم پرستی، زیاده روی یا مصرف بیش از حد غذا، نوشیدنی یا مواد مخدر یا سایر اعتیادها. این زیاده روی منجر به مادی گرایی، مصرف گرایی فراتر از نیازهای شما و اتلاف می شود که بر دنیای اطراف شما تأثیر می گذارد. برای کاهش شکم خوری، برای مصرف چیزهایی که نیاز دارید، انتخاب و تصمیم بگیرید. چیزهایی که نیازهای اولیه زندگی را برای شما فراهم می کند. چیزهایی را که برای بقای شما ضروری نیستند، خریداری کنید. در عوض به خیریه روی آورید و چیزهای بیشتری به دیگران بدهید. به جای اینکه خودتان آنها را نگهداری و مصرف کنید. بسیاری از جهان در حال گرسنگی هستند. راههایی را برای هدیه دادن به کسانی که به همه چیز بیشتر نیاز دارند پیدا کنید. شهود، میل جنسی بیش از حد یا بی‌بند و بار، میل به لذت جنسی یا زیاده روی که به خود یا دیگران آسیب می رساند.
برای کاهش شهوت اطمینان حاصل کنید که تمایلات جنسی شما بیش از حد غیر قابل کنترل یا به هیچ وجه به دیگران آسیب نمی رساند. آسیب شامل دستکاری، عاطفی، روانی، فیزیکی یا موارد دیگر است. بزرگسالان باید مطمئن شوند که با افراد زیر 18 سال رابطه برقرار نمی کنند. خشم احساس شدید رنجش، عصبانیت یا خشم نسبت به کسی یا چیزی که منجر به اعمال کنترل نشده و خشونت می شود. برای کاهش خشم با انجام اقداماتی برای درک و محبت بیشتر نسبت به دیگران، چیزها و موقعیتها. بدانید که خشم مشکلات را حل نمی کند، در عوض معمولاً آنها را بزرگ می کند به طوری که آنها حتی شدیدتر می شوند. در عوض فاصله و فضایی را برای انعکاس پیدا کنید. لحظات مدیتیشن را تمرین کنید یا به موسیقی آرامش بخش خوشبینانه گوش دهید. موسیقی ممکن است به شما کمک کند ذهن خود را آرام کنید یا دیدگاه مثبت‌تری نسبت به زندگی به دست آورید. طمع میل بیش از حد به ثروت، دارایی‌های مادی یا قدرت به قیمت از دست دادن دیگران. این میل باعث می شود که در جزجوی ثروت بیش از حد باشید و زندگی متمرکز بر صدقه و بخشش به دیگران نداشته باشید. برای کاهش طمع به دنبال ثروت باشید تا به نیازهای اساسی خود و دیگران برسید. با نیت بخشیدن و حمایت از خانواده خود ثروت به دست آورید. وقتی بیش از حد ثروت دارید یا حتی زمانی که در تلاش هستید، همیشه باید به دنبال این باشید که به دیگران کمتر از خودتان بخت بدهید. یک ایده ساده شامل نگهداری آب، باتری یا تنقلات در ماشین، جیب یا کیف است. وقتی از بی‌خانمان‌ها یا افراد نیازمند عبور می‌کنید، به اشتراک بگذارید و با دلسوزی به دیگران عرضه کنید. اگر می‌خواهید امنیت خود را در این لحظات تضمین کنید، به جای اینکه اشیا را مستقیماً به آنها بدهید، آنها را در نزدیکی آنها قرار دهید. تنبلی یا عدم علاقه به کار، وظایف معنوی، وظایف جسمانی یا مسئولیت‌ها. برای کاهش تنبلی در زندگی مشتاق بمانید. برای رسیدن به اهداف تلاش کنید و خود را بهبود بخشید. سرگرمی‌ها، کار داوطلبانه، ورزش، موضوعات تحقیقاتی، کار یا سایر کارهای سازنده را برای انجام روزانه و هفتگی انتخاب کنید. شما می توانید بیشتر معنوی یا مذهبی بودن را تمرین کنید. کار نباید چیزی باشد که از آن متنفر باشید. می توانید چیزی برای کار پیدا کنید که به شما امکان می دهد عضوی سازنده در جامعه باشید، برای مثال چیزی که به دیگران کمک می کند، که انجام آن برای شما لذت بخش و سرگرم کننده است. غذای آماده گناهان کبیره فوق اغلب مبتنی بر تمرین بیش از حد یک چیز است. آنها هم جسمی و هم عاطفی هستند. طبق تعریف آنها اغلب به جای اعمال عشق و بخشش به دیگران با نفرت احاطه می شوند. اگر می خواهید سبک زندگی بدون این گناهان مرگبار را دنبال کنید، ذهنیت خود را به سمت کمک به دیگران و انجام ندادن کارها تغییر دهید. فداکار باشید نه خودخواه. شکل 1 نقل قولهای با آگاهی همه ما می توانیم افراد بهتری شویم. امروز اقداماتی را انجام دهید تا بهترین خود باشید. از دیگران حمایت کنید و از آنها حمایت کنید تا بهترین خودشان باشند و در هر کاری که انجام می دهند به موفقیت برسند. منابع Britannica.com Deadlizens.com هی همه اگر در اینجا تازه کار هستید، من آلیسا موهین هستم و از پیوستن شما به جامعه جویندگان دانش ما هیجان زده هستم.
برای کسانی که در حال حاضر بخشی از خانواده در حال رشد ما هستند، از حمایت مداوم شما سپاسگزاریم. امروز می‌خواهم لحظه‌ای وقت بگذارم و با شما به اشتراک بگذارم که چه چیزی کانال ما را خاص می‌کند و چرا مشترک می‌شوید. کانال من لواب اختصاص داده شده است تا بهترین محتوا را برای شما به ارمغان بیاورد تا به شما کمک کند تا زندگی خود را در جنبه‌های مختلف ارتقا دهید. چه به تجارت، سلامت، روابط یا بهبود خود علاقه من باشید، ما شما را تحت پوش قرار داده ایم. کانال ما گنجینه ای از اطلاعات ارزشمند، بینش و الهام است که به شما کمک می کند بهترین نسخه از خود شوید. کمک به مردم به چندین زبان در سراسر جهان. ما به لیست های پخش خوب سازماندهی شده خود که علایق و نیازهای مختلف را برآورده می کند، افتخار می کنیم. اگر اهل تجارت هستید، لیست پخش کارآفرینی ما را بررسی کنید. اگر به دنبال بهبود سلامت و تندرستی خود هستید، لیست پخش سلامت ما پر از توصیه‌های عملی و نکات سلامتی است. و برای کسانی که به دنبال پرورش روابط معنادار هستند، لیست پخش روابط ما ضروری است. جامعه شگفت انگیز ما قبلا با اجرای دانشی که از ویدیوهای ما به دست آورده است، تحولات و رشد باور نکردنی را تجربه کرده است. در طول زندگیم با موفقیت به افراد زیادی کمک کردم. من دوست دارم به شما کمک کنم و شما هم به تیم ملحق شوید. بنابراین اگر قبلا این کار را نکرده اید، دکمه اشتراک را بزنید و به انجمن ما متشکل از افراد همفکر متعهد به توسعه و رشد شخصی بپیوندید. لحظه ای را به کاوش در لیست های پخش ما اختصاص دهید و دانش زیادی را که در انتظار شماست کشف کنید. ویدیوهای ما را تماشا کنید، با محتوا درگیر شوید و نظرات خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. ما دوست داریم از شما بشنویم. به یاد داشته باشید، موفقیت یک سفر است، و ما اینجا هستیم تا در هر مرحله در کنار شما قدم برداریم. بیایید از طریق یادگیری و رشد به ارتقای سطح زندگی خود با هم ادامه دهیم. از اینکه بخشی از جامعه ما هستید متشکرم. ما نمی توانیم منتظر باشیم تا به عنوان یک مشترک از شما استقبال کنیم و شاهد پیشرفت شما با ما باشیم. تا دفعه بعد الهام گرفته باشید، کنجکاو بمانید و به دنبال رویاهای خود باشید.